هی سلام به همگی، پریا اخواس هستم. I hope you're doing great. امیدوارم که حالتون عالی باشه. ما توی انگلیسی آیا فقط are you, we, they, he, she, it رو داریم به عنوان فاعل که قبلا راجبشون حرف زدیم؟ نه، تو انگلیسی ما فاعلای دیگه هم داریم، مثل everyone، هر کس یا هر کسی، everybody، هر کسی، everything، هر چیزی، someone، somebody، کسی، something، چیزی. اینا همه فاعلن. No one، هیچ کس، nobody، همون معنی no one رو میده، هیچ کس، nothing، هیچ چیز. اینا هم فاعلن. ولی فعلی که بعدشون میاد چه اتفاقی براش میفته؟ Is it plural or singular؟ جمعه یا همیشه مفرده؟ یا مثل ما فارسی زبون ها میان قاطی میکنن، بعضی هاشو جمع میگن، بعضی هاشو، حالا بهتون توضیح میدم، بعضی هاشو مفرد. No، این نکته است. نکته اینه که بعد از همه این فاعلا فعل ما به صورت مفرد میاد. For example، everyone was excited about the ceremony. ما توی فارسی بخوایم اینو معنی کنیم میگیم که همه هیجان زده بودن واسه جشن، ولی تو در واقع منظورش میگه هر کسی هیجان زده بود. Everyone was excited about the ceremony. پس فعلی که بعدش اومده was، نه were، فعل مفرده که to be هم هست. دومی، when she started singing، وقتی اون شروع کرد به آواز خوندن، everybody was silent، همه ساکت شدن یا ساکت بودن. تو فارسی ما اینجوری اینو جمع میکنیم، ولی everybody همیشه بعدش فعلش مفرد میاد، در واقع میخواد بگه هر کسی ساکت بود یا ساکت حالا شد. Next one، nobody cares about the global warming. هیچ کس به گرمایش زمین اهمیتی نمیده. این دقیقا برابر با فارسی. Nobody cares about. دیدین فعل هی و شی، در واقع فاعل هی و شی و ایت، فعلش اس سوم شخص میگیره. همینجا منظورمه. پس فعل مفرد که میگم منظورم اینه که اگر پرزنته میتونی حالت در واقع مثل هی و شی و ایت به عمل بکنی. So nobody cares about the global warming, unfortunately. Next one, somebody has to do something about this situation. یکی باید یه کاری بکنه واسه این شرایط. So somebody has to do something about this situation. حالا یکی باید بیاد یه کاری بکنه واسه این شرایط. بعد از somebody هم فعلمون به صورت مفرد میاد. So somebody has to. نمیتونی بگی have to. و آهنگ مورد علاقه خودم، Metallica، and nothing else matters. Nothing else matters. مال متالیکاست. اگه دیده باشین، آهنگشو گوش داده باشین، میگه nothing else، منظور nothing matters. فعلش تبدیل شده به مفرد. حالا یه نکته این وسط بهتون بگم. ما میگیم everyone. Everyone دو حالت داره، یا فاصله داره، یعنی everyone، یا everyone. این دوتا با هم فرق دارن. Everyone، خب اینجوری مثلا میتونی بعدش حالا هرچی دلت بخواد بگی، مثلا چه میدونم، مثل این جاهایی که گفتیم. ولی این everyone با یک پاز وسطش مربوط، مثلا مثل میتونی با each one در واقع مقایسش کنی، یعنی جا به جاش کنی. For example you can say every one of us، هر کدوم از ما. Every one of you، هر کدوم از شما. Every one of them، هر کدوم از اونا. که میتونی با این بگی each one of us، each one of you، each one of them. ولی نمیتونی بیای بگی every one of you، every one of us. No، this is different. این فرق میکنه. حالا بریم سراغ یه چند تا تمرین که خودت میتونی تو خونه انجامش بدی. Let's go. Well you see some examples on the board. یه چند تا مثال میبینی روی بورد. بریم سراغ اولی، خودت میتونی جواب بدی. So you can answer. Follow me. Nobody to listen to your complaint. فعلی که گذاشتم want-ه. میخواییم بگیم هیچ کس نمیخواد به شکایت تو گوش بده. So nobody، بعدش فعلمون مفرد میاد. So nobody wants to listen to your complaint. کسی نمیخواد به شکایت تو گوش بده.
next one. Not everyone sports. فعلمون هست enjoy، لذت بردن. میخواییم بگیم که هر کسی از ورزش لذت نمیبره. نه همه از ورزش لذت نمیبرن همه. So not everyone. Everyone داریم. پس فعلمون تبدیل میشه به مفرد. So not everyone enjoys sports. همه از ورزش خوششون نمیاد. همه علاقه ندارن. هر کسی. Next one. Everybody admire or admires you. Which one do you think is correct? Everybody admires you. چون که هر کسی تو رو تشویقت میکنه، تو رو تحسینت میکنه. Everybody admires you. هر کسی تو رو تحسینت میکنه. I admire you too. There's somebody waiting for you outside. یکی بیرون منتظرته. به جای be present میخوام فعل بودن am is are باید بذاریم دیگه، چون present هم هست. وقتی که میگیم there somebody، somebody گفتم مثل he or she or it عمل میکنه تمام اینا. پس میگیم there is somebody waiting for you outside. If you wanna learn, join and enjoy. Goodbye.